و ما آخر واحد مبارزه با تروریسم دادگاه امنیت استراری به اتهامات هشت نفر در رابطه با جاسوسی برای داعش رسیدگی می کند. مدعی العموم مصر متهمان را به دلیل جاسوسی برای سنی های تندروی داعش و گروه های وابسته به آن در لیبی با هدف ارتکاب جنایت های تروریستی علیه شهروندان مصری ساکن آن کشور به دادگاه معرفی کرده است. اتهامات این افراد شامل آدم روبایی و شکنجه فیزیکی شهروندان مصری برای باج گرفتن از بستگان آنها در قبال آزادی تأمین منابع مالی و اطلاعاتی برای این گروه و خرید و فروش انسان و قاچاق مهاجران غیرقانونی است بر اساس اعتراف های متهمان و نوار مکالمه های موجود و شهادت قربانیان و خانواده هایشان این متهمان به لیبی تردد داشته و پس از حوادث لیبی با عناصر سازمان تروریستی داعش توافق کرده اند تا با رو بودن شهروندان مصری از خانواده های آنان باجگیری کنند این گروه موفق به رو بودن 14 مصری در ابتدای سال 2017 شده بودند رو شدگان به عناصر داعش تحویل داده شدند تا با تهدید به قتل از خانواده های این افراد باجهای هنگفتی مطالبه شود